اما این دنیا، این 6,000,000,000 بشر و چند صد میلیون دیگه بالای 6,000,000,000، اینا اکثرشون قدیر رو نشنیدن، نمیدونن کی باید به اینا برسونه. به نتیجه همین ماها و امثال ماها باید برسونه. اونقدر در دنیا آمادگی هست که برسه فرهنگ قدیر، مطالب قدیر. فرهنگ قدیر یعنی اسلام صحیح، یعنی اسلامی که بالحول الشایع اسلامه، یعنی اسلامی که فقط لا یبقا من الاسلام الا اسمه نباشه، اسم نباشه، محتوای اسلام باشه، واقع اسلام باشه، واقع قرآن باشه، واقع اون چه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قولا فعلا تقریرا انجام دادن. برسه به دنیا، بسیاری از اهل دنیا خواهند دنبال اهل بیت آمد. وقت دنبال اهل بیت که میاد، فکر فرهنگه، فرهنگ عدله، فرهنگ خیره، فرهنگ رحمته، فرهنگ فضیلته. و هر چه بکنیم هنوز کمه. وقتی یه قدری تقصیرمون را کم کنیم، قصورمون را کمتر کنیم، انسان خودش را قیاس کنه به دیگرانی که خون دادن در راه امیرالمؤمنین، در راه این فرهنگ، در راه قدیر. ابوذرها و امثالشون کشته شدن. ابوذر در راه امیرالمؤمنین از گرسنگی مرد، اینجور که بعض تواریخ داره. و رفقای ابوذر، یه مجموعه از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله، کسایی که 10 سال 20 سال با ابوذر پشت سر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نماز میخوندن، پای سخنان پیغمبر خدا میشستن، اونا در ناز و نعمت زندگی میکردن. ابوذر دنبال فرهنگ قدیر بود، باید از گرسنگی بمیره. انسان زود از گرسنگی نمیمیره، از تشنگی ممکنه انسان یه 24 ساعت یه 48 ساعت بمیره، اما از گرسنگی زود نمیمیره. اینقدر جون میکنه تا بمیره از گرسنگی. کسانی که اموالشون را در راه اهل بیت دادن، یه قدری خود ما، اونی که ازمون میاد زبانمونه، قلممونه، یه قدری تشویق به دیگران. ابن ابی عمیر یک میلیونر زمان خودش بود، نوشتن 500,000 وقتی گرفتن حبسش کردن ازش مصادره کردن، حالا یا دینار بوده یا درهم. اگه دینار بوده یعنی معادل 500,000 گوسفند، اگه درهم بوده مقابل 50,000 گوسفند. یه میلیونره، گرفتن حبسش کردن، مصادره کردن کل اموالش را، شکنجش کردن. وقتی که از حبس در آمد، گفت والله اینی محتاج الى درهم، محتاج یه دونه درهم. ابن ابی عمیری که یک قسمتی از دین ما، عبادات ما، نماز و روزه و حج و خمس و زکات ما از راه ایشون، این بزرگوار از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، یعنی به واسطه ایشون. عیاشی نوشتن از پدرش ارث برد 300,000 دینار طلا. شما حساب کنید هر 300 دینار بیش از 1 کیلو وزن داره، یعنی بیش از 1,000 کیلو طلا. ببینید شیخ طوسی در رجالشون نوشتن که انفق کلها فی سبیل اهل البیت. یک مدرسه درست کرد، ده‌ها علما این مدرسه تحویل داد، یا شاید صدها. اونش که به ما رسیده خیلی بوده، کتب اینها و کتب بعدی‌های اینها که در اثر اون مدرسه عیاشی بود، صدها کتب حدیث هست. انسان خود چه قیاس کنه به اینا؟ یه خورده بیشتر میتونه موفق بشه، یه خورده حسرتش کمتر میشه. گذشته از این که اینا واجبات کفاییه است،
دیگران را تشویق کنه، اهل زبان را تشویق کنه، اهل قلم را تشویق کنه، اهل مال را تشویق کنه. خیلی ها در دنیا، میلیون ها و میلیون ها، صده ها میلیون جوان که منحرف از اهل بیت علیهم السلام هستن، امروز قابل هستن برای هدایت. خیلی سریعتر از سابقم هست. اینی که میخواد هدایت بشه، چرا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه پیر که شد هدایت بشه؟ تا جوونه هدایت بشه که هم خودش بیشتر خدمت کنه، هم دیگران را دستشون رو بگیره. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، برای همه بشره. چقدر از بشر قدیر رو میشناسه، چقدر از بشر دنبال قدیره، چقدر از بشر اگر قاصر باشه و قدیر را بشناسه خواهد دنبال قدیر رفت. اینه چقدر از خیلی هم اکثر بشره. من یه سفر قبل بیش از 40 سال مشرف شده بودم زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه علیهم السلام. اونجا یه کتابخونه بود از کتابخونه های نادره از نظر مخطوطاتی که داشت، چند هزار مخطوطات منحصر به فرد میگفتن داره. منم مکرر رفته بودم اونجا، به نام المکتبت الظاهریه. اون زمان، اون وقت مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه آمده بودن اونجا، این مکتب نزدیک حرم حضرت رقیه علیه السلام بود. مرحوم علامه امینی اتاق اجاره کرده بودن نزدیک حضرت رقیه علیه السلام و میمدن روزا در این کتابخونه برای تتبع و چیزهایی که برای القدیر میخواستن جمع جور بکنن بینویسن. مدیر اون مکتبه گفت که ایشون رفته اجازه گرفته که وارد مخزن کتب میشه، جوری ایشون ترتیب داده بود. مدیر مکتبه میگفت که من نمیدونم این شیخ کی غذا میخوره، کی میخوابه، و در شبانه روز 18 ساعتش تو این مکتبه است. 18 ساعت اینجاست، 6 ساعت میره اون جایی که اتاق گرفته بود که یه چند متری فاصله داشت با این مکتبه. میگفت تو این 6 ساعت کی میخوابه، کی خوراک میخوره. و خود اون میگفت من هر بار در روز مکرر میرفتم، رفتم دیدم یا ایشون ایستاده در یک کتابی میگرده، یا یک کتابی در آورده نشسته داره یه چیزایی ازش نقل میکنه. ظاهرا اون سفر ایشون 4 ماه اینجور که شنیدم اونجا بودن. اینا رو انسان ازشون یاد بگیره. هر چه بکنیم باز هم و قلوبهم وجله، وجل بیشتر نباشه، انهم الی ربهم راجعون. بازگشتمون به خداست، برمیگردیم به خدا. خدا دقیق حساب میکنه، خدا لطیف است. لطیف یعنی دقیق، که از معانیش مثقال ذره را که صریحا در قرآن خدا فرموده، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذرهش تلف نمیشه. من و شما با دوستانمون، با رفقامون، با مدرسمون، با شاگردمون، با هم مباحثمون حسرت هم دیگر رو میخوریم. این بیشتر موفق بوده، بیشتر همت کرده، بیشتر زحمت کشیده، بیشتر بلا سرش اومده، بیش از اون اجرش میدن. یه آقای مدت قبل آمده بود پیش من، از کسایی که در راه فرهنگ قدیر، در راه خدمت، در راه تبلیغ مشغوله، آمده بود یه قدر به من درد دل میکرد که خلاصه چی کار کردم، کارشکنی کردن دوستان، دشمنان، کی چی گفته، کی چی کار کرده فلانا. یه قدری حالت سستی، حالت توانی بهش دست داده بود. برای من گفت یه چیزایی. تمام که کردن ایشون، بهشون گفتم در این راه، در راه تبلیغ، در راه خدمت، در راه خدا، در راه اهل بیت علیهم السلام، تا حالا کسی به روی شما آب دهن انداخته؟ گفت نه.